گزارش رسانه‌های بین‌المللی از افشای مخفی‌کاری اتمی رژیم آخوندی در کنفرانس مقاومت ایران در پاریس. انگلستان، تایمز لندن. اپوزیسیون ایران می‌گوید رژیم تهران به طور مخفی مشغول ساختن سایت اتمی است. مهدی ابریشمچی از شورای ملی مقاومت ایران سایت اتمی مخفی را در پاریس به خبرنگاران نشان داد. به گفته این سازمان ایرانی اپوزیسیون، رژیم ایران مشغول احداث یک سایت اتمی زیرزمینی جدید بوده است که به بازرسان بین المللی اعلام نشده است. این سایت سری اتمی در یک تونل در زیر یک سایت صنایع نظامی قرار دارد که متعلق به سازمان دفاعی ابتکار و تحقیق است که گمان می رود مربوط به برنامه تسلیحات اتمی سری رژیم ایران است. آمریکا، واشنگتن تایمز. گروه اپوزیسیون ایران روز دوشنبه گفت رژیم تهران یک تأسیسات زیرزمینی سری را که نقش کلیدی در برنامه تسلیحات اتمی دارد ایجاد کرده است. این خبر شوکه کننده زمانی انتشار می‌یابد که رژیم ایران و سران شش قدرت جهانی قرار است این هفته ملاقات کرده و گفتگوهای مربوط به برنامه اتمی را از سر گیرند. این گفتگوها یکی از اولین آزمایشات سیاسی حسن روحانی است. این گروه جزئیات نوع فعالیت اتمی که در این سایت در جریان است را بیان نکرد، ولی شورای ملی مقاومت تاریخچه‌ای از گزارش‌های صحیح را در پرونده خود دارد. این همان گروهی است که در سال 2002 سایت غنی‌سازی نطنز را به همراه تأسیسات آبسنگین عراق فاش کرد. این گزارش نیز علاقه و تحقیقات بین المللی را برانگیخته است. خبرگزاری سوئیس. گروه اپوزیسیون ایران روز دوشنبه گفت اطلاعاتی راجع به یک سایت اتمی زیرزمینی که در ایران ساخته می شود به دست آورده است و این در میان شماری از راه‌های مخفی است که در برنامه بمب اتمی این حکومت قرار دارد. شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس گفت سازمان مجاهدین خلق ایران در داخل کشور اطلاعات قابل اتکایی را پیرامون یک سایت جدید و مخفی که برای پروژه اتمی رژیم ایران طراحی شده به دست آورده است. مهدی ابریشمچی به خبرنگاران گفت رژیم ایران کار روی این سایت را در سال 2005 شروع کرده و اخیراً تکمیل شده است. این سایت در مقایسه با بقیه مجتمع‌های نظامی از تدابیر امنیتی فوق‌العاده برخوردار است. شبکه تلویزیونی فرانس 24. اپوزیسیون ایران گفت منابع آن در کشور وجود یک سایت نظامی را با کد و رمز 012 تایید کردند. شورای ملی مقاومت جنبه‌های مهمی از برنامه اتمی رژیم ایران را در گذشته فاش کرده است که از جمله آنها وجود سایت نطنز در 2002 بود است. مهدی ابریشمچی گفت این سایت جدیداً افشا شده در حدود 10 کیلومتری مبارکه اصفهان واقع شده است. شورای ملی مقاومت ایران یک ائتلاف سیاسی از گروه‌های مخالف ایرانی از جمله مجاهدین خلق ایران است. خبرگزاری رویتر 18 نوامبر 2013 در گزارش‌های متعددی که از کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در پاریس مخابره کرد نوشت مهدی ابریشمچی یک مقام شورای ملی مقاومت به خبرنگاران گفت بنا به اطلاعات مشخصی که توسط مقاومت ایران به دست آمده رژیم ملاهای حاکم بر ایران در حال ساختن یا تکمیل کردن سایت‌های سری و اعلام نشده در پروژه اتمی است که به طور موازی پیش می‌برد. شورای ملی مقاومت گفت این سایت جدید در داخل یک مجتمع تونلی 600 متری قرار دارد که در زیر یک کوه ساخته شده و در 10 کیلومتری از شهر مبارکه واقع شده است. این سایت در جوار شاهراه اصفهان شیراز قرار گرفته است. ابریشمچی گفت سازمان دفاعی ابتکار فعالیت‌های حساس اتمی رژیم ایران را در دست دارد و سایت جدید را کنترل می کند. این سایت در مقایسه با بقیه مجتمع‌های نظامی از تدابیر امنیتی فوق‌العاده برخوردار است. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارش‌های مختلف خود از این کنفرانس نوشت مهدی ابریشمچی از شورای ملی مقاومت ایران گفت سایت اتمی جدید تحت کنترل یک نهاد سری تسلیحات اتمی است که به سپند معروف است و توسط محسن فخری‌زاده
کارشناس اتمی و مسئول برنامه تسلیحات اتمی رژیم ایران اداره می شود. ابریشمچی گفت هر گونه توافق بین قدرت‌های جهان و رژیم تهران بر سر برنامه اتمی آن که شامل توقف کامل غنی‌سازی نباشد برای این رژیم زمان می‌خرد تا به بمب اتمی دست پیدا کند.